28 شعبان مصادف است با سالروز وفات آیت الله العظما سید میرزا مهدی شیرازی قدس از زعما و مراجع بزرگ جهان تشیع و پدر مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی مدزله به گزارش شیعه ورز آن مرجع بزرگ در سال 1304 هجری قمری در شهر مقدس کربلا تولد یافته و در کودکی پدر بزرگوارش مرحوم سید میرزا حبیب الله شیرازی دارفانی را ودا گفت از این رو ایشان تحت سرپرستی مادر و برادر بزرگشان سید عبدالله بزرگ شدند آن عالم بزرگ ادبیات و مراحل اولیه علوم دینی را در حوزه علمی کربلا فرا گرفته و سپس برای مدتی طولانی به شهر مقدس کازمین و سامر را عظیمت نموده و پس از اندکی توقف در کربلا به نجف هجرت کردند ایشان نزدیک به 20 سال در شهر مقدس نجف اقامت گزیده و پس از آن مجددا به شهر مقدس کربلا بازگشته و تا آخر عمر در آنجا ماندند این فقید سعید نزد علما و مراجع بزرگواری هماننده شیخ محمد تقی شیرازی، میرزا علی آقا شیرازی، حاج آقا رضا همدانی، صاحب مصباح الفقیه، سید محمد کازم تبا تبایی یزدی صاحب عربت الوسقا و آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول تلموز نمودند. ایشان همچنین به همراه عده از علمای بزرگ آن زمان از جمله سید محمد هادی میلانی، حاچیخ ها محمد رضا اسفحانی، سید زین العابدین کاشانی، شیخ کازم شیرازی در بحث های علمی مرجع بزرگوار آیت الله العظما حاج آقا حسین قومی قدس سر روح نیز شرکت می نمودند. مرجعیت این مرجع شیعه در سالهای 1365 و 1366 هجری قمری پس از ارتحال آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله العظما حاج آقا حسین قومی پدیدار گشت و پس از اندک زمانی مرجعیتشان رو به گسترش نهاد تا جایی که پس از آیت الله العظما سید حسین بروجردی از ایشان به عنوان مرجع عام یاد می شود. اما تقدیر این گونه رقم خورد که ایشان در 28 شعبان سال 1380 هجری قمری و حدود یک ماه و نیم قبل از وفات آیت الله بروجردی دارفانی را ودا گویند گفتنی است آن مرجع بزرگ در نهضت‌های اجتماعی سیاسی بسیاری حضور داشتند که از جمله آنها میتوان به انقلاب معروف 1920 در عراق نهزت آیت الله العظما قومی قدس سره که برای بازگرداندن امور دینی به جای قانونیش به ایران مسافرت کردند و صدور فتوا بر ضد کمونیست ها در آن سالها در عراق اشاره نمود ایشان همچنین پایگزاری جشن میلاد امیر علی علیه السلام در شهر مقدس کربلا را انجام رسانیدند که پس از آن در شهرهای مقدس نجف هله بغداد سامرا و سایر شهرهای عراق با هدف مبارزه با کفر و الحاد مرسوم شد